تقریبا سال 2000 بود، 1992-2000، تو یک تماس کوتاه با احمد شاه مسعود، سردار دلیر و قهرمان آریایی، دلاور پنج، برام شدم که جلسات هفتگی رو در دفترمون در خیابون شانزلیزه برگزار کنیم و طبقه بالا، اون موقع محلمون خیلی بزرگ، طبقه بالا رو روزهای یک شنبه در اختیار برادران افغانی میگذاشتم، برادران سرزمین آریانا که می اومدن اونجا، و هدف این بود که تفرقه و نفاق و چند دستگی که در میان افغان ها بود رو بتونیم از بین ببریم و اینا رو متحد کنیم، و همینطور شد. اون موقع به سفارت نمی رفتن، آقای مهرابالدین مستان سفیر بود از یاران احمد شاه مسعود، و حتی اون نیروهای تاجیک و یا هزاره و غیره هم نمی رفتن به خاطر انتقادات و اختلافاتی که بین خودشون بود و اینا. ولی من در دفتر شانزلیزه هفته یک بار یک شنبه ها بعد از ظهر پس از نیمروز اینا رو جمع کردیم و یک اتحادی تشکیل شد از تمامی تقریبا نیروهای افغانی. بعد در پی این مسئله بود که من از یارانم و دوستانم و شخصیت‌های فرانسوی درجه بالا خواهش کردم تا احمد شاه مسعود رو دعوت کنیم به پاریس. رسما دعوتش کردیم به پاریس، اومد به پاریس در آوریل 2001 بود و چند جلسه، چند دیدار، و در هتل مریدیان مونپارناس دوستان افغان آریانا و سرزمین کهن آریایی برایشون سخنرانی گذاشتم. هدف این بود که یک حکومت آزاد و متحد در افغانستان تشکیل بشه. احمد شاه مسعود که یک انسان خردگرا و آزاده دلیر آریایی ایرانی بود استقبال کرده بود از این قضیه و خودش هماهنگ کننده و پیشوا و پیشرو این حتی این مورد بود. حتی ایشون وقتی که در مریدیان داشت سخنرانی میکرد، من از خانم لیلا فروهر که اون موقع در انگلستان بود دعوت کردم برای دیدار ایشون، بیاد پاریس، اومد پاریس. و به هر حال هدف این بود که یک جنجال جهانی را بیفته و قدرت در افغانستان بیفته دست احمد شاه مسعود و تشکیلاتی که با ایشون مدت جدی بود. اما شوربختانه چند ماه بعد بود که در سپتامبر 2001 ایشون رو ناجوان مردانه تازیان نابکار که همیشه دشمن آزادی و سربلندی عناصر ایرانی آریایی هستن و از کارهای آریایی وحشت دارن، مشخصا میگم توسط تازیان خلیج فارس ایشون کشته شد. روان شاد در سپتامبر هستیم 2019، یادروز این بزرگ مرد است. دستان گرم همه خواهران و برادران خودم رو در سرزمین آریانا میفشارم و یادروز احمد شاه مسعود رو گرامی میداریم. یه کار خیلی قشنگی دوستان من در ایران بچه های پانیرانیست انجام دادن که با هم ببینیم. ما بوسه اون بهش.